آیا می دانیم شیر را در باغداری به عنوان کلی طبیعی استفاده کنیم؟ اگر استفاده میشه چه قسم استفاده میشه و چی گونه در کدام زمان باید استفاده کنیم؟ در این ویدیو با هم میبینیم. سلام دوستان خوبم، قربان آزاد هستم و خوش اومدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، شیر یگانه موادی هست که حیوانات و هر موجود زنده‌ای که از این استفاده میکنه غذای کامل هست. در طفولیت حیوانات، انسان‌ها، هر کس که از این استفاده میکنه اصلا دیگه نیاز به مواد غذایی اضافی نداره. پس این نشان دهنده ای هست که تمام مواد غذایی در این وجود داره. کلسیم، فسفرس، نایتروژن و همچنان میس، زینک، تمام موادی که ضرورت هست در داخل شیر هست. و این را اگر ما شما به درختان استفاده کنیم، اینمی مواد غذایی به درختان هم جذب میشه. و از طرف دیگه این به خاک ما شما چقدر فایده داره؟ وقتی که داخل خاک میشه، خب به اندازه خیلی زیاد اگر شما استفاده کنین، خب خاک را ترکیبش از بین میبره، ولی به اندازه مناسب اگر به این علاوه کنین باعث حاصل دهی خاک میشه. مواد غذایی اینجا فرم میشه و هر چیزی که در اونجا باشه میرویه، چون پروتئین در ترکیبش وجود داره، انواع مختلفی امینو اسید ها، نایتروژن، فسفرس و همچنان کلسیم، تمام چیزهایی که ضرورت هست در ترکیبش هست، خاک غنی میشه. و از طرف دیگر لکتیک اسیدی که در این وجود داره باعث رشد باکتریاهای مفیده در خاک میشه. آلی چرا میگیم که باکتریای مفیده در خاک خیلی مهم هست و شما از مواد کیمیایی استفاده نکنین، اونا را از بین میبرین؟ به خاطر که باکتریاهای مفیده مواد غذایی که شما در زمین استفاده میکنین، مانند کود حیوانی و همچنان کمپوست، باکتری مفیده اونا را هضم و تجزیه میکنه و در دسترس درخت شما قرار میده. یعنی یک دستگاه اضافی در اینجا هست که بدون از اینکه درخت شما زیاد مثلا آسیب ببینه یا رشد و نموی ریشه‌ای داشته باشه، مواد غذایی را در اختیار قرار میده، یک کمک هست برش. پس لکتیک اسید باعث تربیه و پرورش و تکثیر او مایکروارگانیسم های مفیده در زمین میشه. و یکی از امراض بسیار خطرناک به نام روت رات هست که پوسیدگی ریشه ما شما میگیم، اگر از این ما شما از شیر استفاده کنیم باعث از بین بردن روت رات هم میشه. و لیت بلایت هم یک نوع مرض هست که باعث سوختگی برگ ها میشه، اینا رو هم از بین میبره، چون مقدار کلسیمی که وجود داره باعث مقاومت، ایجاد مقاومت در ریشه ها میشه و درخت ما شما آهسته آهسته مقاومت پیدا میکنه علیه مخصوصا قارچ ها. خیلی مفید هست، من اول توصیه میکنم که خودتان نوشیجان کنین. اگر زیاد داشتین در دسترس بود، درختانتان را خیلی دوست داشتین، خب مثلا شخصی که میبینین شاید 5 6 تا درخت داشته باشه و خیلی دوست هم داشته باشه، برا هم میخوای ارگانیک هم تغذیه کنی، پس خیلی راحت هست از اینکه مثلا بری اگر در کشورهای خارج زندگی میکنی، در 5 دلار یک چیزی رو بخری، در 2 دلار شیر میخری و درختان خود استفاده میکنی، کاملا ارگانیک، خاکت هم تغذیه شد، مایکروارگانیسم‌های زمین هم تغذیه شد و هم ثواب هم خورما. حالا چه قسم جور میشه؟ چه قسم باید جور کنیم؟ شما 1 لیتر شیر را در 10 لیتر آب یک جا میکنین. آب هم کوشش کنین که گرم باشه، آب سرد نباشه. آب گرم وقتی که یک جای کردین برای درخت 10 ساله میتونین استفاده کنین. 10 لیتر آب را برای درخت 10 ساله میتونین استفاده کنین. و همچنان میتونین عظمی روی درختانتان اسپری کنین. حتی درختان باعث میشه که از طریق برگهای خود یه عناصر را جذب کنه و یک طریقی به شکل روغن نیمایل عمل میکنه، آفات و امراض و حشرات نمیایه. بعضی دوستا در خیلی جایا گفتن، کامنت دادن که وقتی ما شیر را استفاده میکنیم باید جذب آفات و امراض میشه. دوست خوبم، وقتی که شما شیر را مستقیم پاش میتین، خب درست از پشه و مگس میایه، این را خوش داره میخوره. وقتی که شما 10 به نسبت 1 یک جای میکنین، کجای این را پشه پیدا میکنه و این را میخوره؟ فقط یک طبقه نرم و جلایی مانند روی برگ تشکیل میده و این باعث میشه که اینجا قارچ ها آمده نتونه و از این طریق مواد غذایی جذب میشه و درخت شما هم کاملا صحتمند میشه. و اگر خواستین در زمین استفاده کنین، متوجه باشین بعد از آبیاری استفاده شوه. آبیاری را شما انجام میدین، درخت شما سیراب میشه. بعد از 1 ساعت، 1/2 ساعت که کاملا زمین خیس است و آب هم جذب شده، میتونین 10 لیتر آب را برای درخت 10 سالتون استفاده کنین. اگر درخت 1 ساله، نهال 1 ساله دارین، 1 لیتر استفاده کنین. 5 ساله درخت دارین، 5 لیتر استفاده کنین. نظر به سال هم 1 لیتر میتونین استفاده کنین، البته بعد از آبیاری. و کوشش کنین که مثلا بعد از ظهر که آبیاری کردین و ایره در
قسمت اخیر شب استفاده کنین یا صبح وقت آبیاری میکنین، بعد از آبیاری ایل استفاده کنین، مؤثریتش بیشتر هست. در این قسمت اصلا نگرانی نداشته باشیم که باعث جذب آفات و امراض و حشرات در زمین میشه و درخت میشه. وقتی که ما و شما مستقیم شیر را میندازیم، این ترکیب خاک را از بین میبره، مشکلات به وجود میاره، خب زیاد میشه. ولی وقتی ما 10 به نسبت 1 ترکیب میکنیم، کاملا به کد تبدیل میشه. مثلا شما کد را وقتی کد مایع میسازین، در آب حل میکنین، هیچ مشکل نداره، ولی یک مقدار زیادی کد را در زمین بریزین، خود به خود به مشکلات دوچار میشه. پس امیدوارم که از این روش طبیعی شما استفاده کرده بتونین، اگر به اندازه کافی در دسترس دارین، درختان خود را خیلی دوست دارین، خب به راحتی میتونین از این کار استفاده کنین. و باز یک موضوع دیگه مون که کدام نوع شیر را استفاده کنیم، آیا شیری که فابریکایی باشه یا شیری که مستقیم از گاو تولید میشه. خب بهتر است که شما شیر مستقیم که از گاو میایه این را استفاده کنین. این خیلی مؤثریتش بالاست، چون تمام ترکیباتش را فابریکه از بین میبره و اصلا تضمینی هم وجود نداره که شیری را که برای شما میایه آیا واقعا اصلی شیر هست یا طعم شیر هست، رنگ سفید داره و شما را استفاده کنین بگین که باغبان آزاد گفت و این تأثیری هیچ نکرد. بهتر است که شما شیر تازه را استفاده کنین یا از اون کمپانی که میخرین شما اعتبار داشته باشین که اصلی شیر هست. و باز هم دوستای عزیز امیدوارم که شما بتونید از این ویدیوها استفاده کنین. ویدیوهای ارگانیک دیگه هم ما ساختیم که میتونین که روی پوشه که اینجا قرار داده میشه کلیک کنین و اگر از ویدیو خوشم اومده حتما ویدیوها رو لایک کنین تا به دسترس دیگر دوستا قرار بگیره و ما هم انرژی بگیریم. و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدی و میخوای ویدیوها رو همیشه ببینی، حتما سابسکرایب کن تا اینکه از ویدیوهای جدید جا نمانی. تا ویدیوی دیگر، شما را به خداوند یکتا میسپارم.